زهرا جان، زهرا جان، اگر تو نبودی آهنگ کاروان هستی به گوش نمی رسید و قافله وجود به راه نمی افتاد. اگر تو نبودی بهار سبز نمی شد، تابستان نمی رسید، پاییز زرد و زمستان پیر نمی گشت. ای لیلی مجنون وجود، خاک وجود ما با شبنم عشق تو گل گشته است و آفرینش به شوق تو گل کرده است. زهرا جان، اگر تو نبودی علی را همسر و محمد را مادری نبود. اگر تو نبودی حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت نبودند. اصلا اگر تو نبودی هیچ ستاره ای در آسمان ولایت نمی درخشید و هرگز کوکبی در ظلمت خاک سوسو نمی زد. ای دریای اندوه، آه که هنوز از پس خاکستر این همه سال شرار سوز تو از بیت لحظان تا بلندای عرش زبانه می کشد. هنوز تنین دادخواهی تو از مسجد و محراب پیامبر به گوش می رسد. هنوز صدای استغاثه تو از کوچه های مدینه بلند است و هنوز دل شیعانت در التهاب داغ تو داغدار است. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از کربلای معلا استودیو بین الحرمین با یکی دیگر از برنامه‌های زندگانی و فرازهای زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمیه در خدمت شما دوستان هستم. برنامه آکنده از عطر سیب کربلا و محزون از حزن و مصیبت فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. در این برنامه‌ها سعی داریم با بیان نکاتی کارشناسی شده فرازهایی از زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به صورت موشکافانه بیان کنیم، باشد که مورد قبول حضرت حق و صاحب عزای این ایام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد. کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی آقای صحت هستند. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم ایام رو. امروز هم کماف سابق در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا اعداءهم. منم حضور شما و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم و ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. تشکر میکنم حضرت استاد. در برنامه های قبل همانطور که پیش از این هم اشاره شد
در رابطه با فضائل و مناقب و خلقت و مظالمی که به حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده بود نکاتی بیان شد. یواش یواش در فرازهای زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از ابتدا و پله پله از خلقت شروع کردیم، دیگه داریم به نکات حزن‌انگیز و مصائب حضرت وارد میشیم، نکاتی که عالم و آدم رو داغدار کرده، زمین و زمان و ملائک رو در داغ این مصیبت جانسوز سوزانده. امروز از اون مصائب پاج آقا برامون صحبت بفرمایید و مقدمه باشه برای برنامه های بعد انشالله. بله، یکی از مظلومیت ها و مصائب بزرگ عالم اسلام و حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام همین قصه غصب فدک که واقعا باید همه مردم و همه دوستداران اهل بیت همیشه بازپرسی کنند از وجدان خودشون، از محاکمه تاریخ، از محاکمه تاریخ، که چگونه می شود یک پیامبری با این عظمت طبق دستور خدا ملکی را به دخترش داده باشد که او را در امور خیر اسلام و اهل بیت به کار ببرد، از او بگیرند و غصب کنند. و در عالم اسلام بنای غصب گذاشته میشه، بنای ظلم از همین راه گذاشته میشه. و الا امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده است که فرمود بلا کان فی ایدینا فدک من کل ما ازلت و سما فشهد علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس آخرین. خیلی سخن غم‌انگیزی است که امیرالمؤمنین ایرا سروده است. ترانه غم در عالم اسلام سروده شد. امیرالمؤمنین فرمود بلا، در زیر این آسمان کبود تنها چیزی که در اختیار ما بود فدک بود، ولی عده‌ای بخالت کردند بر او و او را از دست ما گرفتند. دیگرانم خیلی بیخیال توجه نکردند که این حق ما گرفته شد. بعد امیرالمؤمنین می‌فرماید ما سخنمون جای دیگری است. علمای ما، اهل بیت ما، خطبای ما، مداحین ما، روزخونهای ما صحبت از یک سرزمین زراعت خیز نمیخوام بکنن که گذشتون. ولی این که چرا این مظلومیت در عالم اسلام واقع بشه و این حق مسلم غصب بشه. حالا اتفاقا همینه میخوام عرض کنم استاد. ما میدونیم که اهل بیت ساده زیست بودن، اهل مال دنیا نبودن، اینها نیازی هم به این نداشتن، چه بسا در منزلشون هرچه بود میبخشیدن. چرا اینقدر فدک باید صدا بکنه؟ چرا اینقدر فدک حتی گوش عالم رو کر میکنه؟ هر کدام از امامان ما میمدن از فدک حرف میزدن، خود اهل بیت همچنین، خود فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر دفاع میکنن از فدک. بفرمایید. بله، خود امیرالمومنین دنبال همین خطبه میفرماد و ما اسنا به فدک و غیر فدک و نفس مزانها فی قدن جدسون تنقطع فی ظلمتها آثارها و یغیب و اخبارها. فرمود ما با فدک و غیر فدک چیکار داریم؟ من نگاه میکنم ثروت ها و امکانات، فردا این بدن زیر خاکه. اینایی که این همه قصه ویلاهاشون و املاکشون رو میخورند، من چند سال میخوای بنده خدا زندگی کنی؟ چقدر خودت و عمر خودت را میگذری برای دیگران؟ گاهی آقای توکلی، انسان واقعا البته خوبه، ما نمیگیم کار بدیه، ولی آنگاهی انسان نگاه میکنه به یک پیرمردی که دیگه این رگهای قلبش گرفته، دکترها میگن دیگه این آخراشه، آقا چنان حریصه با این بنایی که میخوایی بسازی به آخر نمیرسه برادر،
یه مقدار این علاقه و حرص دنیا را از دلت بکن. و ما اصناب فدک و غیر فدک و نفس و مزانه ها فی قدن جدسون تنقط و فی ظلمت ها اخبار ها و آثار ها. در هر صورت این برای این است که در عالم اسلام معلوم بشه که هر زوربندی نیاد غصب کنه، ظلم کنه. اما فدک چیست؟ فدک خیال میکنن یک باغه، دو تا باغه. ما یک تقسیم جغرافیایی از امیر مؤمنان داریم، یک تقسیم امامتی از حضرت موسی بن جعفر. اما موقعیت جغرافیایی خوبه که دوستان اهل بیت توجه کنند. موقعیت جغرافیایی امیرالمومنین فرمود فدک چهار حد داشت. یکش طرف اوریش مصر بود، میرسید به سرزمین مصر. یک طرفش به دومت الجندل بود، یکیش به احد، یکی هم میرسید به سیف البحر. یعنی منطقه نبود، یک کشور بود. قسمت مهمی از حجاز اینها باغهای انگور، زیتون، نخلستانها، انجیرها، گندمها، جوها برای اداره چندین کشور اینجا بارور بود، چون یهود همیشه در امر کشاورزی خیلی مثل دیگر امور که میپردازه به اقتصاد دنیا، به ربا، در امور کشاورزی و دامداری هم اینا خیلی زرنگن. اینا آباد بود این سرزمین ها. پس بنابراین فدک برخلاف آنچه که حتی مورخین ما، حتی خدوای ما میگن، یک منطقه مثلا 5 تا باغ، 100 تا باغ، 1000 تا باغ نبوده، که یه سرزمین گسترده ای که از دریای سیاه میرسه تا میرسه به کوه احد، خیلی عظیم بوده. این از نظر جغرافیایی. از نظر سیاسی آقا موسی بن جعفر به هارون فرمود که هارون اگه میخوایی فدک رو ماده، گفت بخوا فدک رو به شما بدم. حضرت فرمود که ما نمیخواییم دیگه، چیزی که از ما گرفتن گرفتن، یعنی ما مظلومیتمون را شما اینا میخواستن برگردونن، این حربه مظلومیت را بگیرن. در طول تاریخ اینها حرفشون، حیلهشون این بود که فدک را برگردن، که مأمون این کار کرد. حالا در هر صورت چون برمیگشتم به خود اهل بیت نمیرسید، به یک عده افرادی که به نام نقبا و سادات خودشون جلو مینداختن. حالا در هر صورت حضرت موسی بن جعفر فرمود یک مرز این خدمت کم که آفریقاست، یعنی اونجایی که کشور اسلام پیش رفته بود، یکیش ارمنستانه، یکیش سیف البحره، یکی هم دومت الجندل. هارون دید که دیگه الان محدوده حکومتش، خب هارون کسی بود میگفت خورشید در محدوده حکومت من غروب نمیکنه. حالا چیه این فدک؟ هی بنی هاشم میگن فدک فدک میکنن، بیا فدک رو بهشون بنویسید بدید، میخوام چه کنیم ما. بعد که به امام کاظم علیه السلام میفرماد آقا، میگن فدک کل محدوده حکومت توه، اگه میخوای بدی همش رو باید بدی، چون شما با پول همین فدک به اینجا رسیدید. بله، بعد این زمینا که فتح شده، زمین های مدفوع انوه داریم، انفال داریم، خدمت کنم که اینا همش مربوطه به امام معصومه. در هر صورت این فدک در سال 7 هجرت پیامبر گرامی اسلام فتنه و شرد یهودیان خیبر را دید که اینا میخوان حمله کنن، ایجاد خطر. بعد حضرت دستور داد امیرالمومنین وارد شد و مرحب خیبری کشته شد و به دست با کفایت علی بن ابی طالب قلعه خیبر در نزدیکی مدینه فتح شد. اینا به هم پیوسته بودن. قلعه های فدک به مرکزیتی که داشت اینا نگران شدن. پیغمبر گرامی اسلام محیصت ابن مسعود ثقفی را فرستاد، گفت برو به قلعه های فدک
به بزرگان یهود بگید که شما چه کار دارید با ما؟ اذیت میکنید هر روز، شدی درست میکنید برای مردم مدینه. معیزته بن مسعود ثقفی هم آمد به یهود فدک گفت، گفتم برو به پیغمبر بگو هر چی از دستت میاد انجام بده. ما خدزان که قلعه عشیره خیبر رو داریم، بعد ما در قلعه حارث و عامر و یاسر و نائم خدمت کم که اونقدر سلاح داریم، 10,000 مرد جنگاور داریم، اینا در قلعه قمات جمع هستن. چیکار میخواد بکنه پیغمبر؟ محیصت مسعود ثقفی هم گفت من میرم میگم. گفتن نه، سب کن ببینو از خیبر چه خبر. موقعی که خبر آوردن خیبر به دست با کفایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فتح شد، ترسیدن، گفتن دیگه نرو، خودمون میایم. به رهبری نون ابن یوشه، نه یوشه ابن نون، عده‌ای از بزرگان یهود آمدن در مدینه خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کردن یا رسول الله ما حاضر نیستیم جنگ کنیم، ولیکن ما حاضر هستیم که نصف کل درآمدهای زراعی و محصولی تمام سرزمین ها و باغ های فدک را در اختیار شما میگذاریم. دستور رسید که قبول کنید، چون این میگن فی، ما یک غنیمت جنگی داریم، یک انفال داریم، یک زکات داریم، غنایم جنگون است که با شمشیر به دست آمده باش، او یه حکمی داره. اما فی اون است که خودشون با اختیار خودشون در اختیار پیغمبر قرار میدادن. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیه نازل شد، اون فی، فی به معنای سایه، سایه هم که فی میگن چون بعد از تابیدن بر میگرده، سایه از دیوار بر میگرده، چون اینا خودشون بر میگردن این درآمدها بدون جنگ، به اینا فی میگن در مقابل غنایم جنگی. غنایم جنگی با جنگه، ولی این با میل خودشونه، با کمال میل خودشونه. آیه نازل شد در سوره مبارکه قرآنیه، و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آیه نازل شد که اینها مال پیغمبر و مال ذریه پیغمبره. گفتم باشه، اینها را آوردن، قباله کردن، نوشتن بزرگان فدک و بزرگان اصحاب پیغمبر هم نوشتن، اینها مهر زده شد، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله اینه گرفتی برای کی؟ برای اهل بیت. ولیکن و آت زل قربا حق، خدا میگوید این حق مال فاطمه زهراست. پیغمبرم گفت چشم، پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ اینو حتی مثل فخر رازی ها، مثل بسیاری از علمای اهل سنت آمدن قبول کردن که این فدک رسما به دستور خدا منتقل شد به فاطمه زهرا. یعنی فدک با توجه به اینکه بدون جنگ، بدون خونریزی و با درخواست خود صاحبان فدک، خود مالکان فدک، در نهایت صلح به پیغمبر واگذار شده، طبق قانون اسلام یک همچین مالی در اختیار شخص خود پیغمبر و در مالکیت پیغمبر قرار میگیره و مربوط به بیت المال نیست که بخواد برای کلی امور مسلمین خرج بشه. و با توجه به آیه هم و آیه قرآن هم مجددن، پیغمبر باید حق ذوی القربی رو پرداخت بکنه و نهایتا این فدک در زمان حیات پیغمبر سندن به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها منتقل میشه و مالک فدک خانم حضرت فاطمه زهرا میشن. خدمت کنم که اولین حرکتی که شد بعد از رحلت پیامبر، ابوبکر، اینا دیگه بحثای چیزی نیست که تو مدارک هر دو طرف وجود داره، اختلافی نیست.
فرستادن تمام کارگرای حضرت زهرا را از تمام این سرزمین ها احضار کردن. خیلی عجیب بود، یعنی خلافت به قدری قوی بود از قبل آمادگی داشت، این همه کارگر زراعتگر کشاورز برزگر را در طول چند روز این سرزمین های دور عوض کردن، تمام اینا را کتک زدن، کنار زدن، گرفتن. چون گفت که امن علیان الفیع و الفدک و الخمس فان الناس الی اذا علموا ذلک تفرقوا عن علی علیه السلام. این تاریخ خودشون هم نوشتن. و علی علیه السلام گفت که شما اول کاری که میکنید فدک را بگیرید. مردم موقعی که دیدن دست علی علیه السلام خالی است او را تنها میگذارن. خیلی از مردم دنبال پول و پلن، تا اون جایی که زندگیش میچرخه میاد، درآمد داره، الناس عبید دنیا و دین لائق علی السنتهم. فدک رسما غصب شد. فاطمه زهرا هم اینو بهانه قرار داد، خیلی هم خوب شد. عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم. فاطمه زهرا حرکت کرد، آمد کلا اون مقدمه خطبه را کار ندارم چگونه بوده، وارد شد در مسجد، پرده ای زدن، شروع کرد با فاطمه صاحب خلافت محاجه کردن، تا اونجایی که ابوبکر گفت که یا بنت رسول الله، ما شأن و مقام و منزلت تو را، احترام تو را قائل هستیم، ولیکن مسلمین مخارج دارن و ما شنیدیم از پدرت رسول خدا فرمود نحن معاشر الناس لا نورد صدر همم ولا دینارم ولا اقارن ما کانم من تومتن بعد رسول الله فلولی گل امر. گفت پیغمبر فرمود که ما درهم و دیناری بعد از خودمون به ارث نمیگذاریم. فاطمه زهرا فرمود که پدرم فرمود هر حدیثی که مخالف قرآن باشه قبول نکنید. این حدیث مال پدرم نیست. برای اینکه قرآن میگوید و ورث سلیمان و داوود، صریح آیه قرآن است که جناب سلیمان از پدرش ارث برد. و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و للذکر مثل حظ الانثیین. این آیات ارثه. شما این حدیثی که نقل میکنید این در مقابل آیات قرآنه. و بعد هم ای ابوبکر این ارث نبود، این نهله است، مال فاطمه زهرا، این بخششه. گفت شاهدت کیه؟ خب از فاطمه زهرا شاهد میخوام. دنیای اسلام اصلا انصاف بده که آیا فاطمه زهرا شاهد باید بیاره؟ این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین را و ام ایمن را شاهد آورد. موقعی که را شاهد آورد ابوبکر در ظاهر قبول کرد، چون این صدیق اکبر امیر المؤمنین، پیغمبر گرامی اسلام اوصاف او را بیان کرده. اینو تقریبا بزرگان مورخین از شیعه و سنی نوشتن که ابوبکر کاغذی خواست و دواتی نوشت که بنت رسول الله دختر پیغمبر برای اینکه این ملک موهبت رسول خداست و نهله است که به او رسیده، ما قباله فلک را به این وسیله به فاطمه زهرا منتقل کردیم. حضرت زهرا اینو گرفت آورد در اینجا. خب اینا تاریخ دیگه، ما روی قرض و مرض که نمیخواییم بگیم، اینا رو خودشون نوشتن. عمر موقعی که دید گرفت این نامه را و این را پاره کرد و پز الیها
و بس فیها. این نامه رو گرفت، پاره کرد، انداخت و برگشت پیش ابی بکر، گفت تو به چه حقی این قباله را به نامش دادی؟ گفت به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب شهادت داد ام ایمن. گفت اما علی ابن ابی طالب شوهرش، او یجر رو الی نفسه، شوهر به نفع زنش حکم میکنه، نستجیر بله. بله. و اما ام ایمن، شهادت ام ایمن مورد قبول نیستش. این بود که عبدالله ابن عباس و دیگران میگویند این آغاز مظلومیت اهل بیت و قصب حق بود که در طول تاریخ این چنین رائد شد که بعداً خلفا هم که آمدن، اگر اینها نبود آقای توکلی خیال میکنیم که ما مثلا بنی امیه میتونستن حکومت کنن؟ بنی لباس میتونستن 700 سال به نام اسلام، به نام خلافت از اهل بیت، این بنی لباس ظلم کردن به مردم. خب اینا از کجا سرچشمه گرفته؟ از همون آغاز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام که این مظلومیت فاطمه زهرا نشانگر حقانیت اون بزرگواره. اصلا حتی من یه مطالعه میکردم، یه تحقیقی رو میخوندم، اینا نمیتونستن فدک رو پس بدن چون فدک و قصب خلافت با همدیگه گره خورده بود. قاسبان فدک به پشتوانه مالی و حمایت یهود اومدن خلافت رو قصب کردن و قرارشون این بود که پول این کار رو، یعنی هزینه این کودتا رو برگردونن دوباره به خود یهود. لذا دیدم نوشته بود تو جریانات تاریخی 4000 شمشیر زن در زمان قصب خلافت کوچه های مدینه رو پر کرده بودن برای کودتا، و بعد از اینکه کودتا به نتیجه رسید و امیرالمؤمنین خانه نشین شد و فاطمه زهرا مضروب شد و اینا بر منبر پیغمبر استوار شدن و نشستن، تمام اینها رفتن در مغازه های یهودیات دومناشون رو گرفتن، از خرما و گندم و پولش رو گرفتن و رفتن و فدک برگشت و مرتب نمیتونستن. یعنی ابوبکرم بدون برنامه فدک رو برگردن و عمر دوباره برش گردن، با توافق هم بوده. خیلی خلاصه. و اگر فدک قصب نمیشد علی خانه نشین نمیشد، اگر فدک قصب نمیشد اینا جرأت نمیکردن به خانه فاطمه زهرا جسارت کنن. فدک قصب شد که سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن، فدک قصب شد که به خیمه های امام حسین علیه السلام تعرض و جسارت شد، فدک قصب شد که خیمه ها رو آتش زدن، فدک قصب شد که تونستن سرها رو بر نیزه کنن و اولین خشت ظلم رو در اسلام شاید عملا با قصب فدک این نامردها به اجرا گذاشتن. خدا لعنت کنه همه ظالمان در حق امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و امامت رو انشاءالله. تشکر میکنم حضرت استاد، دست شما درد نکنه، انشاءالله عزاداری شما بینندگان عزیز هم قبول باشه. بعد از یک میان برنامه در خدمت شما خواهم بود. زهرا برخیز خانومم، من هم بی مادر شدم، چه فاطمه ای رو از علی گرفتن فقط خدا میدونه با علی. لذا وقتی میومد کنار قبر فاطمه هنو باورش نمیشه، با خودش حرف میزنه چه کرد و چه بد کرد دست من با من. علی
تو را سپرد در آغوش خاک، اما من هنوز هم که هنوز است سخت در فکرم که این تویی که در این خاک خفته ای یا من. فاطمه جان تو بین خاکیام، تو خوابم نمیدیدم یه همچین روزی، تو بین خاکیو این دستهای من خاکی، که بود آن که سپردت به خاک؟ آیا من؟ که بود آن که سپردت به خاک؟ آیا من؟ فاطمه جان بدان اگر چه رفته ای، اگر چه رفتی، اگر چه رفته ای، اما بدان که فاصله ای میان من نبود مثل من تا من. بین من تو هیچ فرقی نیست، فقط تو زیر خاکی من روی خاک. علی هم مرده متحرکه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دوباره ماندن زهرا بعیدتر شده بود که درد پهلوی مادر شدیدتر شده بود، دلیل‌های کبودش جدیدتر شده بود، در این میانه حسن ناامیدتر شده بود. هم به پهلو او خیره بود بر رویت، همه به دست و حسن زل زده به بازویت. علی به شمع تو پروانه بود هر لحظه، حسن به کوچه غریبانه بود هر لحظه. بدون یک گله آری، بدون یک کلمه، همه به فکر تو بودند و تو به فکر همه. همه به فکر تو بودند تا که پر نزنی، صفای خانه بمانی، دم از سفر نزنی، به زیر گریه به یاد غم پسر نزنی، دوباره حرف دلت را به میخ در نزنی. فضای خانه پر از بوی دود بود، نبود؟ دو گونه تو ز سیلی کبود بود، نبود؟ یتیمی حسنین تو زود بود، نبود؟ تمام زندگیت را نظر زدند آن روز، تو را به نیت سقط جنین پسر زدند آن روز. نگاه رفتنت آن شب سه تا سفارش کرد، دو تا مدینه و یک کربلا سفارش کرد، به صبر زینب خود را جدا سفارش کرد، به قبر مخفی خود جمع را سفارش کرد. علی 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 نشست که تابوت را درست کند، رکاب بردن یاقوت را درست کند. شب وداع به چشمم عجیب آمد، صدای گریه امن یجیب می آمد، حسن به شکل حسینی قریب می آمد. مدینه بود ولی بوی سیب می آمد، حسن به شکل حسینی قریب می آمد. مدینه بود ولی بوی سیب می آمد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.
تشکر میکنم از اینکه ما رو نگاه کردید و برنامه خودتون رو تماشا میکنید. قبول باشه عزاداری هاتون. ثواب این جلسه و این مجلس رو هدیه میکنیم به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدارتون.